سلام دوستان، به وارد آف اکس خوش اومدید. یه هفته پیش یه تریلر دیگه از بازی مورتال کمبات 11 منتشر شد که توش از کابال پرده برداری کردن. علاوه بر کابال یه شخصیت دیگه هم حضورش تایید شد، یه شخصیتی که هیچ کس فکرشو نمیکرد، یعنی دورا. دورا یکی از شخصیتایی بود که برای اولین بار توی مورتال کمبات ایکس معرفی شده بود. این شخصیت از نظر طراحی حرکات خیلی یونیک بود، به طوری که تا به حال مثل اون توی بازی ندیده بودین. در ضمن خیلی هم پرنقش بود. اتفاقا همین پرنقش بودنش باعث شده بود که خیلی‌ها فکر کنن دورا رو حداقل به این زودی‌ها نمی‌بینن. ولی در کمال ناباوری، دورا جزو 10 تا شخصیت اولی بود که توی مورتال کمبات 11 معرفی شده. خیلی از طرفدارا از این موضوع ناراحتن، چرا که اعتقاد دارن دورا فقط هدر دادن یکی از کاراکترهای رستره. ولی اگه بخوایم منطقی به قضیه نگاه کنیم، حضور دورا قابل توجیهه. برخلاف بقیه بازی‌ها، مورتال کمبات 11 دقیقاً بعد از مورتال کمبات ایکس اتفاق افتاده. منظورم اینه که خب مورتال کمبات ایکس تموم شد، فردا شروع مورتال کمبات 11. دقیقاً سکانس بعد از مورتال کمبات ایکس شروع مورتال کمبات 11 محسوب میشه. اما همونطور که بیشتر شما میدونید، بازی‌های قبلی اینطوری نبودن. یعنی مثلا مورتال کمبات ایکس چند سال بعد از وقایع مورتال کمبات 9 اتفاق میافته. با این اوصاف پس منطقیه که ما دورا رو داشته باشیم. بالاخره اون کسی بود که تونست با کمک کوانچی شیناکو به این دنیا احضار کنه. در ضمن ملینا رو هم کشته، که همین موضوع به نظرم یکی از اصلی ترین دلایلیه که جامعه مورتال کمبات از دورا بعدش میاد. بالاخره ملینا پرطرفدارترین کاراکتر زن بازی بود. دورا برخلاف یه سری از کاراکترها مثل سوها یا کوبرا بی تاثیر نیست و روند کاملا مستقیم بر روی داستان داره. یکی دیگه از دلایلی که به نظرم دورا توی این سری هست، رابطهش با کاراکترهای اوت‌ورلده مثل کوتولخان. حتما تا الان میدونید که سناریوی مورتال کمبات 11 در مورد کرونیکا، ریدن و کاراکترهای رونننت. همونطور که میبینید هیچ ارتباطی بین این سه تا معقوله و اوت‌ورلد وجود نداره. باز اونجایی که بعضی از جنگجوهای اوت‌ورلد مثل ارماد، ریپتایل و ارامبلک کلی طرفدار دارن، باید یه جوری اونا رو به داستان ربط بدیم. توی نسخه قبل دورا به کوتولخان خیانت میکنه. این موضوع خیلی فرمانروای اوت‌ورلد رو ناراحت میکنه، چرا که دورا دست راست کوتولخان محسوب میشد. توی ویدیوهای قبلی گفتم که کرونیکا داره یه سری جنگجو به خدمت میگیره تا با ریدن مبارزه کنه. از اونجایی که کرونیکا طرف منفی داستانه، مسلماً افرادش هم یه سری کاراکتر کم طرفدار هستن. این کاراکترها معمولاً همش شکست می‌خورن. یه کسایی مثل باراکا، اسکارلت و گراس. دورا هم درست بی‌مصرف نیست، ولی مسلماً طرفدار زیادی نداره. همین موضوع باعث میشه که توی گروه کرونیکا قرار بگیره. از اونجایی که کوتولخان دنبال انتقامه، احتمالاً به خاطر مجازات کردن دورا وارد جنگ با کرونیکا بشه و به ریدن کمک کنه. تنها چیزی که ما از دورا دیدیم این عکسه. اولین جمله‌ای که بعد از دیدن این عکس به ذهنم اومد، ایق، واقعا زشته. البته طبیعیه چون دورا نژاد متفاوتی داره. اما اگه شما این مدل رو با دورای مورتال کمبات ایکس هم مقایسه کنید، میبینید که حتی نسبت به اونم زشت‌تره. علاوه بر این زشتی، دورا به هیچ عنوان شبیه یه زن حشره‌ای نیست. بیشتر یه حالت رباتی سایبورگ داره، یه چیزی تو مایه‌های سایرکس و سکتور. البته این فقط یه عکس و شاید مدل اصلی فرق داشته باشه. همین موضوع که از دورا فقط یه عکس منتشر شده هم کلی سوال ایجاد میکنه. مسلما این موضوع نشون میده که توی این سری دورا چندان نقشی نداره، که البته من امیدوارم این اتفاق نیفته براش. یه سری از کاراکترها مثل باراکا، ریپتایل، شیوا، ایرون بلک، اسکارلت یا تانیا از همون اول به عنوان کتک خور توی بازی هستن. توی کل تاریخ مورتال کمبات اینطور کاراکترها تاثیر چندانی نداشتن. معمولا به عنوان یه مانع توی بازی هستن که شما باید شکستشون بدید تا به نفر اصلی برسید. اما دورا اینطوری نیست. تأثیر اون توی نسخه قبلی حتی از کوتولخان هم بیشتر بود. شما نمیتونید از اون به عنوان یه مانع سیاهی لشکر استفاده کنید. این اتفاق قبلا هم برای یه کاراکتر دیگه افتاده بود، یعنی شوجینکو. شوجینکو قهرمان اصلی توی نسخه مورتال کمبات دیسپشن بود، کسی که اوناگا اونو فریب میده و به کمکش خودشو آزاد میکنه و در نهایت هم خود شوجینکو موفق میشه که اوناگا رو شکست بده. بعد از نسخه دیسپشن دیگه از شوجینکو هیچ خبری نبود. فقط ما اونو توی یه صحنه از بازی مورتال کمبات آرماگدون میبینیم. یه واقعیتی در مورد مورتال کمبات وجود داره و اونم اینه که شخصیت‌های جدید فرصت چندانی بهشون داده نمیشه. این اتفاق فقط در مورد 4 تا کاراکتر نسل جدید توی مورتال کمبات ایکس افتاده. برای همین اگه طرفدارا از شما خوششون نیاد، تقریبا کارتون تمومه. من شخصا بعد از اینکه شیناک شکست خورد، انتظار نداشتم که دورا رو ببینم، چون با خودم گفته بودم خب تاریخ مصرف این کاراکترم تموم شد.
یه سیاستی که جدیداً توی سری بازی مورتال کمبات اتخاذ شده اینه که خیلی با احتیاط کاراکتر جدید به بازی اضافه میکنن، چرا که توی بازی ده‌ها کاراکتر وجود داره که هنوز بدون استفاده موندن. برای همینه که توی نسخه کمیک بوک مورتال کمبات خیلی از کاراکترها کشته میشن تا اینجوری سازنده‌های بازی از شهرشون خلاص بشن. توی همون فصل اول کتاب سوها کشته میشه، بعد از اونم شخصیت‌های دیگه مثل ماوادو، کینتارو، مولاک، درامین، هاویک، ریکو و حتی سکتور هم میمیرن. به خاطر همین سیاسته که توی مورتال کمبات 11 فقط دو تا کاراکتر جدید به اسم کرونیکا گراس داریم. برخلاف نظر خیلی از بچهای کمبات باز، من از دوارا خوشم میاد و امیدوارم که توی بازی نقش پررنگی داشته باشه. توی کامنت ها بگید که نظر شما در مورد این کاراکتر چیه. در ضمن بچه ها، از این بعد من هر هفته یه گیفت کارت 10 دلاری قرعه کشی میکنم. نوع گیفت کارت به عهده برنده است، اینکه استیم میخواد، سونی یا آمازون یا اصلا هرچی. چجوری توی قرعه کشی شرکت کنیم؟ هیچ کاری نداره، فقط کافیه اسمتون رو توی کامنت ها بنویسین و ما رو هم سابسکرایب کنین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و به زودی میبینمتون. Fatality.